به نام و یاد خدا امیدوار استم تک تکتان جور و صحت باشید. باز هم با یک جلسه درس جدید از مضمون ریاضی سنف ششم که موضوع درس ما تجزیه به اعداد اولیه هست در خدمت شما شاگردان نهایت عزیز قرار دارم امیدوار خوب و جور و صحت بوده و به درس خوب دقت کنین درس کنونی ما در صفحه 13 کتابتان درج می باشد مدرس فرشته سلطانی خب شاگردکای خوب, خوب. تجزیه به اعداد اولیه چی رو میگن آیا کسی برای ما گفته میدونه بله ما عنوان ها را قبلا خواندیم با معنایشان آشنایی داریم حالا دیگه برای ما مشکل نیست که ما این عنوان درس بخونیم و با هم کار کنیم شاگردکای خوبیم شما تجزیه را هم معنایش فهمیدین و اعداد اولیه را هم فهمیدین اعداد اولیه چی بود اعدادی که بجز از یک و خودش به دیگه اعداد قابل تقسیم یا تجزیه نباشه و تجزیه چی میگفت پیدا کردن عوامل یا اجزای ضربی یک عدد تجزیه میگفت حال دیگه به یادتان آمد که تجزیه و اعداد اولیه چی است امروز میخواهیم تجزیه او اعداد را بخوانیم که تنها به اعداد اولیه شد تجزیه شده میتانند و متواقی شده نمیتانند ببینید در تعریف از این درستان چی میگه؟ میگه تجزیه یک عدد به اجزای ضربی اولیه را تجزیه به عداد اولیه گویند. مثلا عدد چی؟ عدد سی و شش عزیز. ببینید ما میخوایم اجزای ضربی عدد سی شش اول بنویسم. اول خو یک ضرب سی شش مساوی به سی شش هست. دوم شش ضرب شش مساوی به شش است و سوم اگر ما دو را ضرب 13 بکنم بازم سه را زرب ضرب 13 بکنم نخنه نمیشه پس سه اگر ضرب دوازده بگیرم بله 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 متوجه شدم که همه تان متوجه هستین میشه سی و شش و همه قسم بسیار عوامل جربی دیگه آلم همه از بین همه قدر عوامل را که پیدا کردم و شما تنها امو عوامل عداد ضربی اولیهش براتان بگویم شاگردکای عزیز شما می که در بین اجزای ضربی ازی اجزای ضربی اولیش کدام است؟ بله یکی خو عدد یک است درست فامیدین و دوم کدام است؟ بله عدد سه است پس یک و سه عبارت از یک و سه عبارت از, از اجزای اولیه عدد سی و شش است خب شاگرد کای نهایت خوبه ایجا خوب فامیدین که چه قسم بجزا میکنیم بله حالا میخوایم یک کمک واضح تر براتان بگویم ببینیم زمانی که ما یک عدد به عوامل ضربیش تجزیه میکنیم یعنی او عدد رو پیدا میکنیم که در بینشان چی باشه که با هم ضرب کنیم امی عدد 36 بر ما بته وقتی که عدد رو پیدا کردیم لست کردیم در بین از او عدد رو پیدا میکنیم که عدد حوالیه باشه. یعنی با جز از یکو و خودشان و مانند یک و سه بالای دیگه ایچ عدد تقسیم نشن. اینمی طریقه را به نام طریقه تجزیه و عوامل یا اجزای ضربی اولیه یک عدد میاد میکنن. ببینین یک عدد ما به طریقه های مختلف میتونیم به اجزای ضربیش تجزیه کنیم اما اما چی میکنیم؟ اینجا فقط ما شما اعداد امو اعداد رو کار داریم که اولیه باشن اجزای ضربی که اولیه باشن اونا را باید چی بکنیم؟ پیدا بکنیم و یا نشان بتیم. در سوال اول ما دو جز داریم جز الف و جز ب سوال بر ما از ما چی خواسته؟ گفته تمام آن اعداد دو رقمی را بنویسید که جز الف اجزای ضربی آن دو جزء مساوی داشته باشد ببینین شاگردکای عزیز دو جزش هر دوش مساوی باشه و مثال ما عدد 25 نوشتیم اما شما میتونین که عدد شما میفهمین که در اینجا عدد 4 9 16 25 خب نوشتم 36 49 و غیره را یادداشت بکنین ای عددا کدام عددا است عددا است که عواملشان با هم دیگر یکسان است یعنی اردو عین عدد است مثلا ببینین 5 پنج ضرب 5 پنج مساوی با 25 میشه خب دیدین شاگردک های عزیز 5 پنج ضرب 5 25 شد آلفا میدین که منظور ما چی بود؟ آفرین امی اجزای زربیش عین عدد باشه مساوی باشه بله و همچنان میفهمین که دو ضرب دو مساوی به چهار است آل دیگه حساب سوال پیدا کردین، این آل خودتان گفته میرین که استاد نو شانزده بیست و پنج سی و شش چرا به خاطر که سه ضرب سه مساوی به نو هست به خاطر که چهار زرب چهار مساوی به شانزده هست به خاطر که 5 گرفتیم ضرب پنج بیست و پنج هست به خاطر که شش ضرب شش مساوی به سی و شش است به خاطر که افت ضرب افت مساوی به چلونو نو هست به خاطر که اشت ضرب اشت مساوی به شست و چهار است آلی دیدین شاگرده که عزیز چقدر آسان بود؟ بله اگر به سوالات خوب دقت کنین خوب یاد میگیرین آفرین خب جز بی چی میگه؟ بی از ما خواسته گفته اجزای ضربی آن سه جزء مساوی داشته باشد را بنویسید اجزای ضربی آن عداد را بنویسید که سه جزء مساوی داشته شاگردک شاگردکای خوبم ما عدد هشت مثال دادیم و براتان حل میکنم و شما باز خودتان فکر بکنین و یک چند عدد دیگر را هم پیدا بکنین ببینین عدد هشت ما چار میتونم هشت نشته کنم چار ضرب دو مساوی است به هشت شاگردکای عزیز شما میفهمین که ما اینجا چار میتونم نشته کنم دو ضرب دو پس از اینجا نتیجه میگیرم که اگر من نشته کنم دو ضرب دو ضرب دو مساوی به چند میشه؟ دو دو چار چار دو هشت پس این مساوی میشه به هشت حالا شما فهمیدین که منظور سوال چی بود؟ بله گفته بود در آن عددی رو پیدا بکنین که اجزایش سه جز باشه و هر سه جزش مثل عدد 8 مساوی باشه خوب شاگردکای خوبم شاگردکای عزیزم و مثل هشت عدد دیگری هم داریم که میشه شما بعدا او رو با خود کار بکنین و پیدا بکنین حالا میاییم به جز جیم سوال ما شاگردکای خوبم شاگردکای نهایت عزیز ببینیم آن عداد را پیدا کنید که اجزای ضربی آن عداد اولیه یک سه پنج باشد مثلا ما گفتیم عدد پانزده من میخوایم اینجا چند عدد براتان کار کنم یعنی یک پانزه را نوشتین اما میخوایم عدد زیاد را امرایتان کار کنم تا خوبتر یاد بگیرین شاگردکای نهایت حزیز شاگردکای خوب ببینین عدد پانزده شما میفهمین که پانزده را من از ضرب کردن کدام عدد پدست میارم آفرین اول خو یک ضرب پانزده را چی میتونم پایدا بکنم که پانزده هست بله و دیگه ضرب 15 ببخشید 3 ضرب 5 میتونم پیدا بکنم که حاصل ضربش چند میشه 15 میشه بله شکردگ عزیز و همچنان 5 اگر ضرب 3 بکنم بازام چند میشه 15 میشه شما دیدین شاگردای خوبم که 15 عبارت از عدد هست که یکی از عوامل ضربی آن یک سه و 5 است حالا بیاین پرکتیس بکنیم که دیگر کدام عددی هست؟ شما چی فکر میکنین در مورد عدد سی و پنج؟ آیا ما میتونیم عوامل ضربی عدد زربی عددهای اولیه یک و سی و پنج در اونجا داشته باشیم؟ یعنی بریم ببینیم عدد سی و پنج. اولین کار خو یک ضرب سی و پنج مساوی به سی و پنج است. فهمیدین؟ بله و دیگه میگه که پنج ضرب هفت مساوی به سی و پنج است بله تاریج خود تانستیم که یک و پنج پیدا کنیم اما شاگردکای عزیز آیا سی سی و پنج به سی پوره قابل تقسیم است؟ پنج جمع سی هشت میشه حاصل جمع ارقامش به سی پوره قابل تقسیم نیست؟ پس ما گفته میتونیم که او عدد چی از ای عدد شرایط سوال ما را تکمیل نتانست خوب شاگردکای عزیز دیدین پس در اینجا نتیجه گیری ای را میکنیم آن عددی که عوامل ضربی آن عداد اولیه یک و پنج و سه هست فقط و فقط عدد پانزده هست که ما شما چی کردیم اینجا پیدا کردیم و نوشتیم خوب شاگردک های عزیز آلی میاییم به بخش کارخانگیتان کارخانگیتان چیست میگه عداد 9 15 و 21 را به عداد اولیه تجزیه کنید عدد 9 پانزده بیست و را به عداد اولیه تجزیه کنید. ای کار خانگی تان است اما ما می در این قسمت به طور نمونه یکی را چی بکنم براتان تجزیه بکنم تا شما ساده تر پیدا کرده بتانید. خب شما به نظر شما ما کدام عدد تجزیه کنم؟ بله ما می عدد امی عدد 21 به عدد اولیش تجزیه بکنم و شما باز عدد 9 و 15 را در, در کتابچه هایتان کار کنین. چاگردک های عزیز عدد 21 میخوایم عوامل تجزیه یعنی اعداد اولیه شبه او اجزای ضربی اولیه زیاده ده پیدا کنم شما میفهمین که من اول چی میگم پس میگم یک ضرب بیست و یک مساوی است با چند بیست و یک و شما میفهمین که یک یک عدد اولیه است حال بیاین ببینیم بیست و یک حاصل ضرب دیگه کدام عدد است بله عدد سه ضرب هفت مساوی به بیست و یک. دیدین شاگردکای عزیز؟ من بسیار ساده تانستم. حالا فکر میکنم پیش خود می اه، تا، اه، جستجو میکنم که آیا کدام حدد دیگه هم هست که بیست و یک برای من آسل بته؟ بله در ضرب زبانی دو نخیر در ضرب زبانی سه هم بله خب سه ضرب هفت بیست و یک شد در ضرب زبانی چار نخیر نداریم بله در ضرب زبانی پنج در ضرب زبانی شش آها در نیست پس شاگردای عزیز بیست یک فقط و فقط چند تا عوامل ضربی اولیه داره سه دانه که بارد از عدد یک میخوایم با یک رنگ متفاوت تر نشانتون بتون عدد چند؟ عدد یک عدد سه و عدد هفت این حال که چی گفتم شما هم پانزده و هم نوره به می رقم تجزیه بکنین و حوامل ضربیش که اداد اولیه باشه پیدا بکنین بازم براتون تکرار میکنم شاگرد و نهایت عزیز که اعداد اولیه اما عددی هست که بجز جز از یک و خودش دیگه به هیچ عددی پوره تقسیم نمیشه این بود درس امروز ما شاگردای نهایت عزیز که با هم یک جا خواندین امیدوار هستم براتون مفید واقع شده باشه و خوب و مخته باشین تا جلسه بعدی باز هم به با امید ازی که تک تک شما را با خود داشته باشم شما را به خداوند متعال میسپارم